دوستو سلام، وقتتان بخیر. به محور امشب خوش آمدید. وزیر خارجه قطر در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد میگوید طالبان می توانند تغییر کند. او همکاری کشورهای اسلامی را در این زمینه مهم میداند. از سوی هم رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید که صلح و ثبات در افغانستان بستگی به سهیم بودن اقوام در یک حکومت فراگیر دارد. با این همه وزیر خارجه هنگری نیز میگوید افغانستان نباید به لانه سازمانهای عراس‌افغان مبدل شود. در حالی که 5 عضو همیشگی سازمان ملل متحد از ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان پشتیبانیشان را اعلام کردند، وزیر خارجه قطر در حاشیه نشست سالانه سازمان ملل متحد میگوید که او باور دارد که طالبان می توانند تغییر کنند. طالبان همانند 20 سال پیش نیستند. شاید مردمانی که می جنگند از مردمانی که مذاکره می کنند متفاوت باشد. اما من نمی گویم که آنان مدرن و یا افراطی شدند. اما تفاوتها وجود دارند. همزمان با این رئیس جمهور تاجیکستان می گوید که برقراری صلح و ثبات در افغانستان بستگی به سهم دادن همه اقوام در حکومت دارد. از سوی هم وزیر خارجه هنگری گفته است که باید از مبدل شدن افغانستان به لانه سازمان‌های هراس‌افغان جهانی جلوگیری شود. ما باید از این که افغانستان بار دیگر لانه سازمان‌های هراس‌افغان شود جلوگیری کنیم. ما باید پیکار در برابر سازمان‌های هراس‌افغان و ترور را تقویت بخشیم و در اینجا سازمان ملل متحد نقش مهمی را بازی می‌کند. اما آیا طالبان واقعاً به تغییر نیاز دارند؟ اسلامی امارت اصول کی تغییر نه کړی، البته دغه اصول په تطبیق کې تغییر راوستل چې د وخت او تقاضا او د مصالح او د وطن د اولیا ګټو ته په پام سره یو ضرورت دی. دغه تغییر ته دوی معتقد دي او دغه تغییر ته ژمن دي. ای اظهارات دوستان افغانستان است، باید به صورت مثبت به طرفش نگریسته شوه و طالبان هم در مصاحبه هایی که دادن این اصول میپذیرند. سوال در اینجاست که چرا این به زودی اجرا نمیشه؟ باید به زودی اجرا شود، به خاطر که این نیاز جامعه افغانستان است. هرچند تا اکنون هیچ کشور جهان حکومت سرپرست را به رسمیت نشناخته است، اما طالبان گفتند که میخواهند با همه کشورها تعامل داشته باشند. طالبان گفتند که به‌زودی از کشورهای دخیل در جنگ افغانستان خواهند خواست تا به افغانستان غرامت جنگی بپردازند. این در حال است که به تازگی وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده است که به خانواده هایی که در نتیجه حمله های هوایی ارتش بریتانیا در افغانستان قربانی شدند غرامت می‌پردازد. همزمان با این، خانواده های قربانیان از جامعه جهانی می‌خواهند که در برابر زیان های جانی و مالی که آنان دیدند پاسخگو باشند. طالبان میگویند که از اقدام دولت بریتانیا برای پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان حمله های هوایی ارتش این کشور در افغانستان استقبال میکنند و به زودی از کشورهای دخیل در جنگ افغانستان خواهند خواست تا به افغانستان غرامت جنگی بپردازند. کشور بریتانیا آماده شده که ما غرامت جنگی را میپردازیم. یک اقدام نیک است، ما از استقبال میکنیم. باید تمام کشورهایی که دخیل در جنگ بودن، ملت ما را از بین بردن، قتل و قتال کردن، باید اونا هم آماده شوند پیش از اینکه امارات اسلامی تقاضا میکنه غرامت جنگی را بپردازند. روز گذشته وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد که به خانواده های قربانی در حمله های هوایی ارتش این کشور در افغانستان غرامت جنگی میپردازند. وزارت دفاع بریتانیا گفته که مبالغ این غرامت بر بنیاد اصول حقوقی و خسارت وارد شده به خانواده های متضرر در گذشته و آینده تعیین شده است. بریتانیا چون هوښیار هیواد ده، مخکې له مخکې نه غواړي چې ځان مثلا په نړیواله کچه باندې خپل حریفانو ته او دنیا ته ملامت کړي، دا اعلان کړي چې زه افغانانو ته د تاوان په نوم باندې یا د جګړې د متضرر په نوم باندې مرسته کوم. یو دا موخه لري، او بله موخه دا ده چې نړیواله او غربیانو ته اوس بله لاره پاتې نه ده غیر له دې نه چې افغانستان ته د مرستو له لارې نه خپله اړیکې ټینګې کړي. بر بنیاد یک گزارش، بریتانیا بین سالهای 2006 تا 2014 برای مرگ 289 غیر نظامی 688 هزار پوند پرداخت کرده است که به طور متوسط 2380 پوند برای هر یک نفر است. با جنگ هایی که داشتند، با برنامه هایی که داشتند، بر علاوه خودشان مردم خود ملکی افغانستان هم متضرر شد. من از اونو خواهان ازیره دارم که مثل بریتانیا وره
و کسایی که به افغانایی که متضرر شدند غرامت جنگی بپردازند. همزمان با این خانواده‌ای که به ظن داعشی بودند به گونه اشتباهی از سوی ارتش آمریکا آماج حمله هوایی قرار گرفتند، خواهان پرداخت غرامت برایشان هستند و از جامعه جهانی می‌خواهند که در برابر این فاجعه خاموش نباشند. قسم که شما شاهد هستین، چند کودک از یک فامیل و اعضای فامیلشان از بین رفت و این به فکر من این یک کار خوب است که غرامت پرداخته شود. حمله هوایی ارتش آمریکا که در 29 اگست بر یک خانواده غیر نظامی در کابل انجام شد، جان 10 عضو این خانواده به شمول 7 کودک را گرفت. حمله ای که بعدتر وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش آمریکا آن را یک اشتباه خوانده و از این خانواده عذرخواهی کردند. حالا طالبان میگویند که فهرست خانواده های قربانیان حمله های هوایی در 20 سال گذشته را دارند و اگر غرامت ها پرداخته شوند آنان حاضر هستند که آن را به خانواده های قربانیان برسانند. آقای فضل هادی و وزین استاد دانشگاه روی خط اسکای با ما وصل هستند تا بیشتر در همین پیوند بحث بکنیم. آقای وزین، به برنامه بسیار خوش آمدین. پرداخت غرامت از سوی کشورهای دخیل در جنگ افغانستان چقدر عملی به نظر میرسه آقای وزین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. باید عرض بکنم که آمادگی بعضی کشورهای غربی، از کشورهایی که برای در اشغال افغانستان شریک بودند مانند بریتانیا، مبنی بر این که آمده هستند غرامت جنگی را برای بعضی خانواده های قربانیان حملات و جنگ های آنان بپردازند، این یک اقدام خوب است. از یک طرف این از نظر معنوی این را اذعان میکند که اشغال افغانستان، آغاز جنگ در افغانستان از طرف ایالات متحده آمریکا و کشورهای ناتو یک اشتباه بزرگ بود، کار نادرست بود و پرداختن این غرامات به صرف نظر از قیمت مادی آن از جنبه معنوی و حقوقی اهمیت بسیار زیاد و از اهمیت بزرگ و بلند برخوردار است و طبعا این آن همچنان راه را باز میکند برای اینکه مطالبه صورت بگیرد از کشورهای دیگر برای پرداختن غرامات جنگی و سهمگیری در بازسازی افغانستان و جبران بعضی از خسارت هایی که به مردم افغانستان وارد کرده اند در طول 20 سال. البته این رو باید بگویم که جبران خساره مردم افغانستان در نتیجه جنگ هایی که بر مردم افغانستان تحمیل شد، کشور ما اشغال شد، انواع مختلف اسلحه، حتی اسلحه ای که از نظر قانون دولی و بین الملل استفاده از آن ممنوع هست در افغانستان استفاده شد، اما این که بعضی از کشورها این را پذیرفتند که در افغانستان دچار اشتباه شدند و کارهای را مرتکب شدند که حداقل باید آن را به گونه تلاش بکنند برای جبران، این یک اقدام خوب است و خوب است که حکومت افغانستان نیز برای پیگیری و برای مطالبه غرامت‌های جنگی از کشورهایی که در حمله بر افغانستان سهم داشتند یا حداقل پرداخت غرامت جنگی به خانواده های قربانیان این جنگ که به صدها هزار میرسند و کمیسیون را تشکیل بدهند و در این را از چینل های دیپلماتیک و درست صورت میپردازیم آقای وزین. ولی کشور بله، کشورهای زیاد چه مستقیم و چه غیر مستقیم در جنگ افغانستان دخیل بودند، ولی بیشتر از این کشورها حتی اتهامهایی که بالایشان وارد رسته را رد میکنند و تا خود را مبرا از هر گونه دخالت و جنگ در افغانستان میدانند. کشورهای مشخصه که فکر میکنین باید از جان غرامت گرفته شود و باید غرامت بپردازند کدام هستند؟ مثلا در رس این کشور ایالات متحده آمریکا هست. اگر ایالات متحده آمریکا چون بر این معترف است که اگر در آنچه که در نیویورک صورت گرفت حملات 11 سپتامبر، هیچ فرد افغان، کسی که تابعیت افغانستان را داشته باشد، شهروند افغانستان باشد، در آن عملیات اشتراک نداشتند، مگر این که ایالات متحده آمریکا افغانستان را اشغال کرد و 20 سال در این کشور درازترین جنگ تاریخ خود را جنگید در افغانستان. من گمان میکنم که در قدم اول ایالات متحده آمریکا مسئولیت اخلاقی و حقوقی دارد در برابر افغانستان و مردم افغانستان و قربانیان جنگی که در افغانستان برای انداخته بود تا به مردم افغانستان غرامت جنگی بپردازد، حداقل در بازسازی افغانستان سهم بگیرد و حداقل این است که به عوض تجمید و پولهای مردم افغانستان که پول مردم خود افغانستان است در بانک های ایالات متحده آمریکا و مردم افغانستان کمک بکنند. اتفاقا میخواستم این موضوع را بپرسم آقای وزین، چطور میشه از امریکای انتظار داشت که غرامت بپردازه که پول مردم افغانستان را به گفته شما در اختیار خود گرفته و بند ساخته؟
این مطالبه را مردم افغانستان باید بکنند. ما این مطالبه را میکنیم، رسانه های افغانستان مطالبه را میکنند، حکومت افغانستان باید این مطالبه را بکنند و مردم افغانستان، برای این که این پول مردم افغانستان است. اگر این پول را ایالات متحده آمریکا برای این تجمید کرده است که حرکت طالبان در حکومت قرار دارد، مگر این پول از حرکت طالبان نیست، از مردم افغانستان است، از مردم بیچاره و مستضعف و محروم افغانستان است که امروز برای لقمانان نگران هستند و بر اساس گزارش های ملل متحد از هر 9 افغان، از هر 10 افغان 9 افغان دچار مشکلات در دهه غذای خود هستند و همچنان از 7 افغان، از 10 افغان 7 افغان این را نمیتونند که غذای بعدیشان چگونه تهیه میشود. بنابراین خوب است که ایالات متحده امریکا با ملت افغانستان، مردم افغانستان سر تنش و دشمنی نداشته باشد و مردم افغانستان را کمک کند. ممکن است که اگر ایالات متحده امریکا و کشورهایی که با امریکا حریف و همپیمان بودند با آغاز صفحه جدیدی از روابط با مردم افغانستان و کمک مردم افغانستان، ممکن است که بعضی از اشتباهات و کارهای نادرست را که در افغانستان انجام دادن تلافی بکنن. شما میخواستین بعد از امریکا کشورهای دیگر را بگوین که مجبور هستن به افغانستان غرامت بپردازن؟ در قدم دوم انگلستان، کشوری همچنان فرانسه، انگلستان و همه کشورهای اعضای پیمان ناتو، هر کشور استرالیا خصوصا و هر کشوری که در آلمان و کشورهایی که در عملیات جنگی در افغانستان بیشتر سهم داشتن و سبب قتل و کشتار مردم افغانستان، مردم بیگانه ملکی در افغانستان شدند که آخرین قتل و کشتار مردم ملکی در حمله تیاره بیست نشین بود که برای خانواده جان 11 تن از خانواده بیگانه ملکی را در شهر کابل گرفت. بنابراین این کشورها، هر کس هر کشور به پیمانه سهم خود در جنگ افغانستان، باید به مردم افغانستان غرامت بپردازند و من گمان میکنم که انگلستان میتواند یک آغازگر خوب باشد در این راستا و در این جهت و این سبب می شود تا بخشی از آلام و دردهای مردم افغانستان از دست های مردم افغانستان کاسته شود و برخی از زخم‌های مردم افغانستان التیام بیابد. کشورهایی که غیر مستقیم در جنگ افغانستان داخل بودند چطور؟ بله، کشورهایی که طبعا از نظر حقوقی من این را پیشنهاد می کنم از امین منبر تیتر نیوز که حکومت افغانستان و نهادهای حقوقی افغانستان برای پیگیری موضوع غرامت‌های جنگی به گونه قانونمند و روشمند و با توجه به مواثیق و معاهدات بین المللی باید کمیسیونی تشکیل شود تا این موضوع را پیگیری بکنند و یعنی من یقین دارم حقی که به دنبال آن کسی باشد و مطالبه کند حق را حق ضایع نمی شود. کشورهای طبعا و کشورهای دیگری که در امور افغانستان به نحوی مداخله کردند و اگر شواهد و اسناد و دلایلی قوی مبتنی بر این موجود باشد که در نتیجه مداخلات این کشورها مردم افغانستان متضرر شدند، این کشورها نیز باید سهم خود را در تلافی و جبران کارهایی که سبب متضرر شدن مردم افغانستان شده است ادا نمایند. در صورت که اینا خود را مجبور به پرداخت غرامت در افغانستان ندانند، آیا حکومت فعلی افغانستان کدام اهرم فشار دارد که بالای از اینا استفاده بکند تا اینا وادار شوند به پرداخت غرامت؟ من گمان میکنم که شاید حکومت افغانستان در شرایط کنونی وسایل بیشتر برای فشار نداشته باشد، برای که حداقل میتواند این فشار سبب بازگشایی روابط با این کشورها شود و همچنان رفتن به مجامع بین المللی میتواند کمک بکند برای زیر فشار آوردن کشورهایی که به نحو مردم افغانستان را متضرر ساختند. این یک وسیله فشار باشد برای بازگشایی روابط و نوی از داد سطور سیاسی حداقل در این درسته باشد. مگر حق باید دنبال شود، مطالبه باید صورت بگیرد. مردم افغانستان، ما مردم افغانستان متضرر شده ایم، این باید به دنبال این باشیم. اگر کشورهای ایالات متحده امریکا و انگلستان و کشورهای عضو ناتو به این معترف هستند، اعتراف میکنند که اشغال افغانستان از طریق آنها کار نادرست بود، غیر قانونی بود و مردم منتج به اضرار در رساندن به مردم افغانستان شده است، در این صورت باید نتیجه ای را که بر این اعتراف مرتب می شود باید نیست بپذیرند و آمان جبران، یعنی هست خسائر جبران شده نمی تواند. کسی کشته شده دوباره زنده نمی شود.
خانواده‌ای که پدر خود را فرزندان خود را دست دادند دوباره عزیزانشان بر نمیگردند، یا کسانی که معلول شدند در جنگ اعضای بدن خود را دست دادند دوباره پس اینا صحت به حالت عادی بر نمیگردند. لیکن حداقل به خاطر کاهش دردها و آلام و همچنان به خاطر رفع ادای مسئولیت اخلاقی و وجدانی و همچنان برخی از مسئولیت‌های حقوقی این کشورها باید در این جهت تلاش بکنند و ممکن است که به محاکم مراجعه شود. مهم است که کمیسیونی وجود داشته باشد از طرف حکومت افغانستان، از طرف حقوقدانان افغانستان تا در این جهت کار بکنه. شما ببینید قضیه حادثه لوکربی لیبیا که اتهامی به لیبیا وارد بود که گویا رژیم معمر القذافی در سرنگون ساختن تیاره آمریکایی در لوکربی در انگلستان سهم دارد. شما دیدید که بعد از چندین سال بازماندگان قربانیان حادثه لوکربی به این موفق شدند تا حق خود را بگیرند و غرامت جنگی در غرامت دریافت بکنند. ولی در افغانستان شاید وضعیت متفاوت‌تر باشد. آنوس بله در افغانستان وضعیت شاید متفاوت‌تر باشد. هنوز طالبان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناختن نشدن، ولی ممکن کشورهایی که به گفته شما مثل بریتانیا باشند که بپذیرند اشتباه خود را و حاضر شوند به پرداخت غرامت. خب در صورتی که سایر کشورها حاضر نشوند به پرداخت غرامت، فکر میکنین چقدر خوب بوده میتونه تا از سازمان‌های جهانی مثل سازمان ملل متحد کمک خواست؟ بله طبعا این یعنی حداقل اگر ما به این نرسیم که عملا غرامت جنگی را دریافت بکنیم، حداقل این است که مظلومیت مردم افغانستان به گوش جهانیان میرسد و این بر این تاکید صورت میگیرد که حمله بر افغانستان، اشغال افغانستان و استعمال انواع مختلف اسلحه در افغانستان که منجر به قتل و کشتار در افغانستان شد، این کار نادرست بوده است و کاری بوده است برخلاف موازین و عرف پسندیده جهانی و همچنان قوانینی که روابط کشورها را تنظیم میکند. بنابراین خوب است که به مراجعه به منابع بین‌المللی، سازمان‌های بین‌المللی مراجعه صورت بگیرد، مطالبه شود و من گمان میکنم که این مطالبه به نفع افغانستان است. حداقل موقف مردم ما را، کشور ما را در داد و ستود سیاسی و در به دست آوردن حداقل کمک‌های بشری و کمک‌های دیگر کمک میکند که باید این میتواند که ورقه خوبی باشد برای فشار، برای اعمال فشار بر کشورها. اگر هرچند اگر ما نتوانیم که به گونه فعلی غرامت به دست بیاوریم، مگر مجرد دنبال کردن این حق و مطرح کردن این موضوع، من گمان میکنم که حتی اگر در رده‌های حکومتی نتیجه بخش نباشد، حداقل در زمینه سازی افکار عمومی در کشورهای غربی و کسانی که رأی میدهند به حکومت ها، من گمان میکنم که تاثیر گذار است و این کار باید صورت بگیرد و کمیسیون قانونی و حقوقی برای این کار باید تشکیل شود. و خیلی کوتاه آقای وزین، خب شاید یک شمار بگویند که در افغانستان سالها و سالها پول آمد ولی حیف و میل شد. چی امید میبینین، چه تضمین وجود داره که اگر کشورهای مثل بریتانیا غرامت پرداخت بکنن حق به اقدار برسه؟ من گمان میکنم که حرکت طالبان میشد با اختلاف نظر موجود باشد با روش های حرکت طالبان، مگر چیزی که در مورد حرکت طالبان همه تقریبا اجماع و اتفاق وجود نظر وجود دارد که این زمامداران و مسئولین حرکت طالبان فاسد نیستند. نظر مالی مردمان بسیار ساده هستند و دستشان در مسائل مالی پاک است. بنابراین من گمان میکنم که از این در قسمت توزیع و استفاده از غرامات جنگی انشاءالله در وجود رهبری کنونی حرکت طالبان تا در حکومت باشد، گمان میکنم که تشکر. نگرانی و تشویشی وجود نخواهد داشت. آقای دکتر فضل هادی وزین، استاد دانشگاه، تشکر از شما و دوستان ادامه محور. نهاد جوانان مسلمان در یک گردهمایی اعتراضی خواهان پایان منجمد بودن پولهای افغانستان در بیرون از کشور شدند. آنان گفتند که همکنون بیش از 9.4 میلیارد دلار پول افغانستان در بانکهای کشورهای جهان منجمد هستند. از سوی هم آنان از جامعه جهانی و نهادهای خیریه بین المللی میخواهند کمکهای اقتصادیشان را با افغانستان ادامه دهند. اینجا نهاد جوانان مسلمان در یک گرده همایی اعتراضی خواهان آزادسازی 9.4 میلیارد دلار پول در افغانستان بانک از سوی امریکا شدند. در امریکای پر چارواکو بنده غخ کوم که ستاسو سره کوم پیسه چې په بلاخ کې دي هغه د اسلامي امارت پیسې نه دي، هغه د افغانستان د دردیدلی ملت پیسې دي. آنان از جامعه جهانی، شورای امنیت، سازمان همکاری‌های اسلامی و دیگر نهادهای بین‌المللی می‌خواهند در این اوضاع دشوار افغانستان را تنها نگذارند. اگر شما ادعا دارین و ایره می‌خواین ثابت بسازین که شما با
بشر همکاری دارین، با بشر و با حقوق بشر، با حقوق زن، با حقوق طفل و این مواردی که شما ادعا دارین، اگر می خواهین که در ادعای خود ثابت باشین، پس باید با کمک‌های خود ادامه بدین. اعضای این نهاد میگویند اگر پل‌های منجمد شده آزاد نشود، آنان به اعتراض‌هایشان ادامه خواهند داد. خوب در افغانستان په خلکو باندې ډېره اغېزه کوي که احیانا نړیوال او د امریکا متحدین په دې زموږ غږ سره موږ غږ بدرکنه کي زموږ به دغسې ټولنې بیا هم ادامه لري او موږ به د خپله حق غواړو. به تمام هموطنان خود که در بیرون از کشور هستند سری از اینا صدا میزنیم تا ای که این قضیه را ایشان پیگیری بکنند و همچنین ما دروازه های سفارت های خارجی را خواهم کوبید. از سوی هم نهاد جوانان مسلمان از طالبان میخواهند در فراهم کردن کار برای مردم، پرداختن تنخواه کارمندان و بازگشایی مکتب های دخترانه اقدامی جدی کنند. آقای عبدالواحد همت، رئیس نهاد جوانان مسلمان نجم، اینجا در استودیو برای بحث بیشتر حضور پیدا کردند. که آقای همت را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. کم بیشتر در مورد اعتراضاتتان بگویید. تشکر، سلامت باشین. ما سلام و احترام خود را به شما و همه بیننده های طلوع نیوز تقدیم میکنم. اعتراض امروزی که از طرف نهاد جوانان مسلمان را اندازی شده بود، در حقیقت این اعتراض صدای مردم مظلوم افغانستان بود تا به خاطر حق خود صدای خود را بلند کرده بود و ما این را تاکید کردیم که یک حرکتی بود که حرکت مدنی بود، مستقل از حکومت بود و صدای ملت افغانستان بود. فکر میکنین چرا امریکا همین مردم که گرسنه هستند را نمیبینه؟ چرا نوز هم به گفته هم شک کرده و پولها را در حالت انجماد قرار داده؟ فکر کنم که این موضوع و این تصمیم یک تصمیم سیاسی حکومت امریکا هست و اینا با وجود 20 سال گذشته تلخی که در افغانستان داشت، متاسفانه بازم یک تصمیم خصمانه گرفتن در حق ملت افغانستان و ما ای را باور داریم که منجمد ساختن ای پول در حقیقت بزرگترین قربانی از ملت افغانستان هست و چیزی که برای ما معلوم هست در سطح بین المللی، متاسفانه که حکومت امریکا همیش به معاهدات بین المللی پابند نبوده، ای در تاریخ ثابت هست و ای امو طبیعت خشن امریکا، حکومت امریکا هست که همیش در چنین قضایا پابند نیست به اصول و مقررات. با وجود از اینکه در پیمانی که با طالبان داشتن باید قضیه مطرح می شدی، تعهداتی که به خاطر قضیه استفاده خاک افغانستان در مقابل امریکا، در مقابل منافعشان این تعهدات وجود داشت، در این قضیه هم باید تعهداتی وجود می بود. من فکر کنم که شاید هم باشد. خب شما گفتین که مسائل سیاسی در میان است، ولی انجماد کردن پولهای مردم افغانستان چه درد امریکا را دوا می کنه؟ ما فکر کنم که اینا می خواهیم این حیث یک آله فشار استفاده بکنن، آله فشار بالای حکومت جدید افغانستان استفاده بکنن. و چه بعد از بیارن؟ اینا میخواین بعضی خواسته هایی که دارن، پلان دارن، بعضی از خواسته های جامعه غربی، جامعه جهانی و دیگه موضوعاتی که مربوط حکومت امریکا میشه، اینا از طریق ازی آله که ما باور داریم که یک آله غیر انسانی هست و آله هست غیر مشروع است که اینا فشار سر حکومت میارن، اما متاسفانه قربانی از این فشار ملت افغانستان میشه. اونا اهداف سیاسی خود دارن که میخواه به قسم شکست خودم در افغانستان جبران بکنن و در ضمن کوشش از این دارن که به بعض اهدافی که در او شاید اختلاف داشته باشه با حکومت جدید افغانستان، اختلافات سیاسی بینشان وجود داشته باشه، اینا میخواه نزی استفاده کرده و به او اهداف خود برسن. همین اهداف فکر میکنید چی هست؟ چیه میان طالبا و امریکا ناتقسیم مانده که امروز به گفته شما ناراض است؟ ما فکر کنم که در این قضیه یک موضوعی که به رسمیت شناختن حکومت جدید افغانستان است، بعضی قضایا هست که اختلافی هست، متنازع فیه است بین حکومت جدید افغانستان و بین امریکا و جامعه جهانی و طبعا جامعه جهانی و ملل متحد و کل از این نهادهای بین المللی. امریکا که قوت بیشتر و زور بیشتر داره متاثر هستن از تصامیم امریکا.
بنان بعضی موضوعات هست، از جمله مواردی هست که هنوزم اختلافی هست و بینشان فشار میاره. در کنار مواردی که شما یاد کردین، خب یک شمار میگن که مشکلات درونی خود امریکا هم باعث شده تا امریکا چون این تصمیم را بگیره، ولی فکر میکنین چی باید چه در کوتاه مدت تا حداقل مردم از گرسنگی جان نتن، مردم به پول نمانن، حداقل شب روزشان درست سپری بکنن؟ در قدم اول خو این پول یک تضمین بین المللی هست برای ارزش افغانی و این تاثیر و نقش اساسی خود داره که این پول رها شوه و دوران پولی در بانک های افغانستان منظم شوه و هر وقتی که دوران پولی به وجود بیا تاجرا اعتماد پیدا میکنه در افغانستان برای آوردن و وارد کردن مسائل و کالایی که مورد ضرورت جامعه افغانی هست اعتماد پیدا میشه و اعتماد سبب میشه که آیستا آیستا در افغانستان قیمتی کاهش پیدا بکنه و قیمتی که کاهش پیدا کرد طبعا مشکلات اقتصادی افغانستان کمتر میشه. اما برعکس اگر پول منجمد شده آزاد نشوه، به همین شکلی مشکلات ادامه پیدا میکنه، واردات صورت نمیگیره و واردات که صورت نگرفت جنس در بازار کم میشه و قیمتش بلند میره و مردم با مشکلات اقتصادی مواجه میشه. از کدام راه میشه فکر میکنین که همین پولهای منجمد شده را بیرون ساخت؟ فعلا یگانه آله که هست فشار مدنی هست که از طریق صدای ملت مردم افغانستان و همچنان در نهادهای بین المللی مختلفی که وجود داره که به نام ادای حقوق بشر دارن، ادای حقوق طفل، ادای حقوق خانم ها را دارن، ملل متحد است و دیگر نهادهایی است که به او میشه مراجعه شوه و فشار مدنی و دیپلماتیک آورده شوه تا حکومت امریکا به قانع شوه که به این مشکل رسیدگی کنه و این حق ملت افغانستان که می پول است و بند شده اونا رها شوه و بالاخره مشکلات اقتصادی در مشکلات اقتصادی افغانستان کاهش بیه. به شما برمیگرده مقایمت، ولی دو سا پیش از وقفه کوتاه. به ادامه محور خوش آمدید. آقای همت، شما قبل از وقفه گفتین که باید به سازمان های جهانی مراجعه شود، درست است؟ مگر این سازمان های جهانی نمی بینند که در افغانستان وضعیت از چه قرار است؟ سازمان های جهانی ای رابطه داره با ای که حکومت جدید افغانستان چقدر میتونه اعتماد از اینا رو به دست بیارن و ای بر میگرده به تعامل و مواقف حکومت جدید که چگونه بتوانن در پهلوی از ای که اینا بشینن با هم نکاتی که مورد اختلافشان است بحث شوه و گپایی که اونا دارن خواستای دو طرف مطرح شوه و ما فکر میکنم که هر قضیه که مشکل است رای حل وجود داره، باید از طریق گفتگو حل شوه، نه ای که از طریق منجمد ساختن پول ملت افغانستان حل شد. بنان این رای حل وجود داره که اگر خود اینها بین خود جور نبین میتونن به یک جهت سومی مراجعه بکنن تا بتوانن اما نکاتی که مورد بحث است، مورد اختلاف است و اعتماد هر دو طرف وجود نداره بالا یک دیگر، این مشکلات حل شوه. اما در این میان شاید ممکن است بعضی از نکات اختلافی وجود داشته باشه که تحریک طالبا در 20 سال گذشته به خاطر بعضی از ارزش ها و بعضی نکاتی بود که او جنگ کرد با امریکا و در جنگ بود، شاید در او قضیه نتانن به یک رای حل برسن. بنان نهادهای مدنی، حقوق بشر و دیگره باید این قضیه را در نظر بگیره که حکومت جدید در قضایی که متنازع فیه است، مثلا کار کردن خانم ها و قضیه مکاتب دختران و دیگه مواردی که هست، این باید از طریق قوانین موجوده در کشور حل شود، نه اینکه از طریق فشارهای بین المللی و به اساس معیاراتی که غربی ها دارن در افغانستان، اونا این تقاضا را دارن و این توقع را دارن. فکر کنم که این قضایا خلاف توقعی از اونا هست. ولی امی کشورهایی که شما زیاد گرفتین، امی سازمانهایی که یاد گرفتین، ظاهرا از کارکرد طالبان تا الان ناراض بودن. خب میگن که حقوق بشر در افغانستان نقض شده، کابینه همشمول شکل نگرفته، این و آن. فکر میکنین که مسئولیت طالبان در این بین چی است؟ چی باید بکنن که حداقل به خاطر مردم افغانستان کار صورت بگیره؟ مسئولیت طالبان در این قضایا در قدم اولی که حکومت خودشان به ثبات برسه، گپایی که ادعا میکنن او را در عمل ثابت بسازه و
همزمان اینا باید گفتگو را آغاز بکنن سر نکاتی که با جامعه جهانی مورد اختلاف است و این نکات قابل بحث است، رای حل وجود داره، این موارد از طریق گفتگو حل بکنه و همچنان تضمین هایم به جامعه جهانی به ملت افغانستان بتن که انشالله حکومت آینده حکومت نیست که مردم افغانستان بیشتر با مشکلات مواجه شوه. یعنی امید باید برای ملت افغانستان هم باشه، برای جامعه جهانی هم باشه تا بتوانن تعامل صورت بگیره در این قضیه و رای حل برش پیدا شوه و این قضیه حل شوه و رای حل از طریق گفتگو وجود داره، در صورتی که به شرطی که امو اصول و مقرراتی که در داخل کشور ما داریم و او در نظر گرفته شوه و بعضی مواردی که جامعه جهانی و اما قراردادهای بین المللی هست و هم در نظر گرفته شد. این اعتراضهای شما چطور نتیجه خود داد؟ ای خوب ما باور داریم که فشار مدنی رسانه ها این قضایا تأثیر خود داره و در پهلوی حکومت این نقش اساسی خود داره که همکار هم شده میتونه با حکومت که با حکومت همکاری بکنه و در عین وقت این پالیسی جدید حکومت طالبان می بوده که ما آزادی بیان اجازه میتیم و هر مشکلی که ما داریم اجازه هست که رسانه ها ما رو نقد بکنه و ما ای را باور دارم که انشالله به تاثیر نمیمونه. تا چه زمان ادامه خود داشت؟ ای را کوشش میکنیم که ما در افغانستان تا حدی که توان داریم در افغانستان هم ادامه پیدا بکنه و کوشش میکنیم از طریق نهادهای بین المللی این فشار دیپلماتیک ما آورده شد. آقای عبدالواحد مد، رئیس نهاد جوانان مسلمان نجم، تشکر از شما اینجا در استودیو و دوستا ادامه محور. در هفته های پسین حضور مردم در تفریحگاه های کابل و ولایت های دیگر کشور کمرنگ شده. از سوی هم کمرنگ بودن حضور مردم در جاهای تفریحی بر کاروبار برخ از کسبکاران نیز سایه افگنده. با این حال طالبان به باشندگان کابل اطمینان می دهند آنان می توانند همراه با خانواده هایشان با خاطر آرام به تفریحگاه ها بروند. اینجا بند قرقه در کابل است. در گذشته حضور مردم در اینجا بیشتر بود اما اکنون جنب و جوش گذشته را ندارد و حضور مردم کم رنگ است. جنب و جوش سابق نمانده. بسیار یک تعداد اندک 20 فامیل باشه که آمده باشند برای تفریح و برای چیز مثل سابق جنب و جوش و شورال نیست. نسبت به قبل یک اندازه فرصتی است. رفت آمد مردم و کسایی که برای تفریح میان اینجا کمتر است. حضور کمرنگ مردم در اینجا بر کاروبار رستوران ها نیز اثر منفی گذاشته است. نادر از مدت 9 سال از دربند قرقه رستوران دارد، میگوید که درآمدهایشان در مقایسه با گذشته اندک هستند. تغییرات در کار ما 70% تغییرات آمده. دیگر خدا مهربان است که از این به بعدش چی میشه. اگر رقم باشد نخواد ما پیش برده بکنیم. از اول زیاد گریبار بود، بسیار آمد داشتیم، بسیار در دست ما پیسه می آمد، حالا حاضر پیسه نمی آید. در همین حال طالبان برای باشندگان کابل اطمینان می دهد که می توانند همراه با خانواده هایشان به تفریحگاه بروند. انشاءالله خدا می ربانه در دیده جی به امن براسی دیده جی ست دار لوچکان دی سوکت چرس خرسایی پودر خرسایی دا به خپل زان سمایی. دولت تغییر وکن. طالب راغ لای دولت به جای ودرینا. وسم دوی باید طالب تر چنگ ودرگی. طالب که دی چات سنوایی. یچ اوسه زور زیاته اینا کو را دی شیخ خپل کار دی اندل تا وک خپل تپری دی وک خپل ستری دی وک. با این همه شهروندان کشور چالش های اقتصادی را علت حضور کمرنگ مردم در جاهای تفریحی کابل و ولایت های دیگر کشور می دانند. وزیر دفاع کابینه سرپرست در یک پیام صوتی به زیر دستانش هدایت داده تا از دشمنی با مخالفان طالبان دست بردارند. ملا محمد یعقوب در یک پیام صوتی میگوید پس از صدور فرمان عفو عمومی هیچ کس حق ندارد که این فرمان را زیر پا کند و دست به انتقام جویی بزند. با این اعلام عفو عمومی از سوی کابینه سرپرست هنوز هم از سرنوشت برخی از نظامیان پیشین خبری نیست. خانواده های نظامیان حکومت پیشین میگویند اعضای خانواده هایشان هنوز هم در نزد طالبان زندانی هستند و آنان از طالبان می خواهند که با عملی کردن عفو عمومی این نظامیان را آزاد سازند. نه ده پتشمیش که نه ده 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 مرگ در اکسته، نه ده جوان در اکسته، نه خلق زای رشه ای چوک وی دلده ای چوک وزده. او زمور ده بوندک مشهران چی ده پورتل بنگه اینجا.
چې زموږ سره خلک کومه تقاضا لري که څوک دغه لري هغه د رس زموږ سره د خپل حساب دغی کړي او عمومي اپه د عمومي اپه څو سوله املا یعقوب خو چې عمومي اپه کړې ده هغه کومه ده هغه یو اپه خو نه ده اپه زما پلارځانم تر دا یو نیمه میاشت کېږي چې ورک دی طالبان بیا ولدي نه همړه د طرف مال اما وزیر دفاع کابینه سرپرست در تازه‌ترین پیام صوتیش به زیردستان هدایت داده است تا دست از انتقام‌جویی بردارند. او میگوید که گزارش‌های وجود دارند که طالبان شماری از کسانی را که با آنان مخالفت و یا هم دشمنی داشتند به قتل رسانیدند. بوری داد اسلامی امارت یو عمومی عفو ده چه اعلان سوی ده و طول و اسکرو ته و طول و هغو بدو خلقو ته چه زمور سش پا مقابل که ولار و شهیدان یکری دی خلق زور ولی دی نخچه وپلا عفو وصوله یو وپلا معفی وصوله دانو هیس مجاهد حق نلده چه ده دی عفو تاخود ماتی. از سوی دیگر از بحر جلوگری از هرج و مرج در شهر کابل با تازگی کمیسیون ویژه امنیتی که ریاست آن را ملا عبدالغنی برادر معاون اول رئیس الوزرا بر عهده دارد ایجاد شده است. کسایی که در صف داخل شدن به خاطر تصفیه صف باید اونا تصفیه شوه بیرون کرده ساخته شوه از صف و همچنان کسایی که دزدی میکنن چور و چپاول میکنن یا ملت ما را تهدید میکنن با عناوین مختلفه نیروهای مسلح وجود داره غیر مسئول میخوان که اینا را جدا بسازن از صف. اعضای خانواده های نظامیان پیشین از طالبان میخواهند آنچه را وعده سپردند عملی بسازند. صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد از آنچه اوضاع بد کودکان در افغانستان میداند نگران است و گفته یونسف اکنون افغانستان بدترین جای برای کودکان است. از سوی هم شمار از نهادهای پشتیبان حقوق کودکان از سازمان ها و کشورهای جهان میخواهند به اوضاع کودکان در افغانستان توجه کنند. برای بحث بیشتر این موضوع بانو مریم معروف مسئول مؤسسه تحکیم رفاه زنان و اطفال افغانستان روی خط اسکایپ با ما وصل هستند که بانو معروف را بسیار با برنامه خوش آمدید. میگم بانو معروف، دوره طفولیت یعنی دوره شوخی، لذت بردن از زندگی، سرگرمی، خوش بودن، ولی فکر میکنین چرا در افغانستان همی حق از اطفال گرفته شده؟ در خدمت شما و همه همکاران خوب و قهرمان شما و ملت شریف افغانستان که همواره در 40 سال گذشته قربانی اصلی جنگ و بدبختی های جاری در افغانستان بوده. دقیقا ایام کودکی به عنوان بهترین ایامی که کودک یاد میگیره که بالاخره کی باشن و چه آیندهی را میتونه خودش بر خودش ترسیم بکنه و بهترین روزهای زندگیش در حقیقت حتی بهتر از روزهای جوانیش در کودکی میتونن داشته باشن. اما اطفال افغانستان به عنوان نیالهای سبز افغانستان، به عنوان آینده افغانستان، بدبختانه حداقل در 40 سال گذشته از اینمطور یک آرزو و از اینمطور یک دستاورد بسیار زیاد بزرگ و از اینمطور یک امید بسیار زیاد بزرگ بدبختانه همیشه محروم بوده. اگر 40 سال گذشته افغانستان را به شکل اساسی مشاهده بکنیم، قشری که بیشترین آسیب را دیده کودکان افغانستان بوده، قشری که بیشترین آسیب را دیده دختران کودک افغانستان بوده و قشری که بدترین حالت را متحمل شده کودکای افغانستان بوده. امروز میلیون ها کودک افغانستان هست که در قرا و قصبات افغانستان در خیابان ها میخوابند. شاید میلیون ها کودک در افغانستان است که با شکم گرسنه امروز در افغانستان میخوابد. شاید میلیون ها کودک را ما در افغانستان داریم که بدبختانه یا پدرش یا مادرش در اثر جنگ های داخلی از دست داده و در نهایت ما میلیون ها کودک را در افغانستان داریم که حتی به ایتیاد رو آوردن و حتی اعضای بدنشان را از دست دادن، قربانی واقعی شدن و یگانه آسیب پذیر بودن قشر که به نام کودک ما در افغانستان رو میشناسیم عامل اساسیش که آسیب پذیر بودن یست که جنگ و وضعیت جاری در افغانستان قسم بوده که ما شاید آنچنانه که انتظار میرفت به کودک های افغانستان و به اینمطور یک قشر همیشه قربانی واقع شده دقت نکردیم. امروز شما دقت میکنید که اگر جای ماین کنار جاده هست، اگر انتحار است، اگر انفجار است و حتی اگر حملات است، حملات هوایی است و حداقل 20 سال گذشته افغانستان شما
میبینید یگانه قربانیش کودک های افغانستان بوده. بران کشوری که کودکش معیوب باشه، کشوری که کودکایش تکلیف روحی و روانی داشته باشه، کشوری که کودکای دخترش نتونه درس بخونه و در نهایت کشوری که شما کودکایش را در ایام کودکی آرزوهایش را میدوزدین و برزو یاد میدین که چطور یک انتحاری خوب، چطور یک انفجاری خوب و در نهایت چطور یک شخص ظالم باشه و یک آینده تاریک را برش ترسیم میکنین، چطور انتظار میتونیم داشته باشیم که افغانستان نوین میتونه شکل بگیره؟ ولی بانو معروف شاید یک شمار بگوین خب بله یک شمار شاید بگوین که جنگ از در افغانستان جنگ بوده سالها با می خاطر تنها اطفال نه بلکه همه قربانی بودن، ولی میشه آیا شخص مشخص را، حکومت مشخص را مقصر وضعیت بد کودکان در افغانستان دانست؟ شما میدونید که هیچ کسی انکار نمیکنه که در افغانستان همه اقشار قربانی بوده، ولی شما اگر تحقیقات جهانی رو ببینید، گزارش های جهانی رو ببینید، نهادهایی که در راستان کار کردن رو ببینید و واقعیت های افغانستان رو حداقل در 20 سال گذشته ببینید، این نکته غیر قابل انکار است که اگر در کشور جنگ است، اگر در کشور فقر است، اگر در کشور بدبختی است، سطح سواد پایین است، فرهنگ های ناشایسته وجود دارد، در اون کشورها تنها قشر آسیب پذیر اشخاص، افراد و کسان هستند که بدبخت دارند. ما خیلی در افغانستان به اونا دقت نداریم، ولی اونا اطفال و زنان هستند. این در تمام کشورهای جهان اگر شما برید و آمارگیری بکنید، تحقیق جهانی است. تنها یکی دو فردی در افغانستان نمیگه، یک نکته. و نکته بعدی است که در کنار اطفال به یقین که زنای افغانستان دومین قشر هستند قربانی بدبختی افغانستان و جنگ جاری در افغانستان بوده. ولی این نکته رو میخوایم بیان بکنیم که من در صحبتهای خود به ابتدا یادآور شدم که ما 40 سال افغانستان حداقل روی صحبت میکنیم و نمیتونه بگویم احمد و محمود در این کنار خیلی قصور داشتن. همه کسایی که تعهد داشتن بر مردم افغانستان حداقل به ظاهر، همه کسانی که هر روز رأی مردم افغانستان را دزدیدن، هر روز زیر نام اسلام و زیر نام دین مردم افغانستان را به رگبار بستن، تمام از اینا مقصر. ولی بعد از این چطور بانو معروف میخواییم دوارشان که یک مسئولیت بزرگ جامعه جهانی در افغانستان داشت و از تمام ملت افغانستان و از کشورهایی که حامی افغانستان و مردم افغانستان بودن تقاضا میکنم که حضور جامعه جهانی را و حداقل حضور خودشان را، قربانی هایشان را و تریلیون ها دلار را که در افغانستان مصرف کردن یک بار ارزیابی بکنن. چقدر وضع کودک افغانستان تغییر کرده، چقدر وضع زن افغانستان تغییر کرده و در نهایت یک بار دیگه به ملت افغانستان ما صدا داریم که جنگی که ما پشت سر گذاشتاندیم، بدبختی که ما پشت سر گذاشتاندیم، درست است که آینده تاریک است، ولی هر کدام ما در قبال فرزندهای افغانستان، در قبال کودکای افغانستان مسئولیت داریم. ما به طالبان صدا میکنیم که امروز حاکمیت را به عهده دارند، به جایی که روی مقاید سازی حقوق زنای افغانستان کار کنیم، به جایی که همه کشور را ذهنش مخصوص روی پوشش زن افغانستان بسازیم، چرا یک برنامه مدون برای رهایی وضعیت، رهایی کودکان افغانستان، زنای افغانستان از وضعیت کنونی نداریم؟ چرا یک برنامه خوب برای پرسازی دسترخوان مردم افغانستان نداریم؟ ولی چطور میشه فهماند که کودکان در افغانستان، بله کودکان در افغانستان ابزار جنگ نیستند، کودکان در افغانستان ابزار خشونت نیستند، کودکان در افغانستان وسیله نان پیدا کردن نیستند؟ امید درک چطور میشه رساند؟ امروز وقت ما روی بحث اساسی که کودکان از صحبت میکنیم، این خودش میرسانه که ما اینمی انگیزه را داریم، اینمی اراده را حداقل ما داریم. امروز در این همون فضایی که افغانستان وجود داره، وقتی ما وقت میگذاریم و روی جای حلها صحبت میکنیم، روی کودکای افغانستان با وجود از اینکه حقشان خیلی بالا صحبت میکنیم، این خودش یک انگیزه است. ولی ای که در عمل چه باید کرد، چند نکته را میخواهیم یادآور شما. اولا در سطح خانواده ها، همه خانواده ها مسئولیت دارند که حداقل پس از این تمرکز بیشتر روی آینده فرزندانشان داشته باشند و این قضاوت و تصمیم را داشته باشند که چطور میشه آینده افغانستان را با اینمی کودکایی که امروز پرورش مییابد، ما یک آینده خوبتر به وطن ما بتانیم تقدیم بکنیم. چطور میشه که اولاد ما بر آینده وطن ما، بر آینده کشوری که بدبخت و بیچاره بودن، مثمر واقع شود؟ در قدم بعدی
اما طور که من یادآور شدم امروز گروه طالبان حاکمیت را به عهده دارند و به شدت مسئولیت دارند که برنامه مدون برای حداقل کودکای افغانستان، برای وضع بهبود کودکای افغانستان و در نهایت برای نجات کودکای افغانستان داشته باشند، چون نسل های آینده و نهال های آینده و در نهایت آینده افغانستان را اینمی کودکا رقم میزنند. برنامه ای که بتانند حداقل یک راهنمود خیلی خوب یا حداقل یک روشنایی و چراغ خوب بر آینده نوین افغانستان بهتر باشه. طرف دیگه جامعه جهانی شما میدانید که در یک آخر درصدی کلان از کمک‌هایش محدود ساخته. ما امیدوار هستیم که اگر جامعه جهانی روی گروه طالبان اعتماد نمیکنه که کمک‌ها را بتونه برسانه و یا هم به دلیلی که هنوز هم شاید طالبان رو به عنوان گروه تروریستی میشناسن این کمک‌ها را مقید ساختن، ولی ما میخواهیم بگوییم که حداقل با دید شفافتر و با انصاف و با یک تفکر بشری و انسانی شما این کمک‌ها را خودتان میتونید. ولی گذشته از بله گذشته از وضعیت امروز و موضع تازه جامعه جهانی در قبال افغانستان بانو معروف، بله سال هاست که میشنویم که این سازمان آن سازمان نگرانی کرده از اوضاع بد کودکان در افغانستان. فکر میکنین همین نگرانی جای را میگیره یا نه؟ در عمل باید تا امروز اقدامات زیاد میکردن تا کودکان در افغانستان در چنین وضع که اینا نگران هستن نمیبودن؟ دقیقاً من میخواستم همین نکته را تکمیل بسازم که جامعه جهانی مسئولیت خیلی بزرگ داره و تنها با تقبیه کردن و تنها با اعلامیه ها و تنها با ابراز نگرانی ها و پخش گزارشات نمیتونه جامعه جهانی مسئولیت خودش را مرفوع بسازه. به همین دلیل است که ما صدا میکنیم به جامعه جهانی که در عمل خیلی موارد تلاش بکنن که عملکردهایی را داشته باشن که بیشتر بتونه سرنوشت مثبت بر کودکای افغانستان را رقم بزنه. به همین دلیل است که ما میگیم نباید کمک ها بر اطفال افغانستان قطع شود و نباید به دلیل تحولاتی که در افغانستان رخ داده کودکای افغانستان که قربانی جنگ بودن، قربانی فقر بودن، قربانی بدبختی بودن، این کمک ها هم از اینا قطع شود و ما بریم به طرف یک آینده تاریک تر بر کودک های افغانستان. به همین دلیل است که بار دیگه تاکید میکنم که برنامه های مدون هم از سوی طالبان و همه قسم هم از سوی جامعه جهانی و هم نهادهایی که فعلا به داخل افغانستان کار میکنن و مسئولیت دارن، تعهد دارن که بتانن حداقل کار را بر اطفال افغانستان انجام بدن. یک بار دیگر روی تمام از اینا باید تمرکز بیشتر صورت بگیرن و جا داره تشکری بکنیم از تمام افراد، اشخاص، نهادها و ساختارهایی که امروز صدای کودک افغانستان هستن، امروز صدای زن افغانستان هستن و ما امیدوار هستیم که روز بتانیم افغانستان را شاید باشیم که دیگر کودک گرسنه نخوابد، کودک پدر و مادرش از دست ندهد و در نهایت کودک را نداشته باشیم که دیگه آینده تاریک را بخواهد ترسیم بکنه، کودک را نداشته باشیم که وقتی به دستش ما قلم میدیم میگیم که رویاهایت را ترسیم کو، او یک عضو بدنش را که از دست داده در جنگ در بدبختی او را ترسیم نکن. بی‌توجهی بله بانو معروف، بی‌توجهی به کودکان چه پیامد میتونه داشته باشه؟ دقیقا خیلی میتونه پیامد منفی داشته باشه. امروز شما کسایی را که آینده سازای افغانستان هستن، کسایی را که میتونه آینده افغانستان را رقم بزنه و به طرف مثبت سوق بده، شما اونا را نادیده میگیره. کسایی که میتونه افغانستان را به طرف نوینتر و به طرف بهترتر سوق بده، شما اونا را نادیده میگیره. و در نهایت امروز اگر کودک از سواد محروم میمانه، خصوصا کودکان دختر، اگر امروز کودک به دلیل تبعیضات جنسیتی از امتیازات و حقوق انسانی بشری و اسلامیش محروم میمانه و در نهایت اگر شما کودک را امروز به دلیل کودک بودنش و مشقاتی که میکشه و بدبختی هایی که میکشه نادیده میگیرید، در حقیقت بزرگترین جفا در حق مردم افغانستان، در حق کشور به نام افغانستان و در حق آینده نوین افغانستان هست و این جفا را نه تاریخ فراموش میکنه و نه نسل های بعدی افغانستان. بنابراین بهتر است که ما به شکل احسنش روی اطفال افغانستان که آینده سازای افغانستان است، قربانی های جنگ و بدبختی افغانستان بوده و در نهایت این اطفال هستن که قربانی هایش که پرداخت کردن واقعا به شما بوده، خانواده هایشان از دست دادن، آینهشان و رویاهایشان از دست دادن، نادیده گرفتن از اینو یک جمع. تشکر بانو مریم معروف، مسئول مؤسسه تحکیم رفاه زنان و اطفال افغانستان که روی خط اسکایپ با ما بودین و دوست ادامه محور. شما را از شهروندان کشور از کابینه سرپرست می خواهند که بدرنگ کار توزیع گذرنامه ها را آغاز کنند.
آنان گفتند که از 3 هفته بعد این سو است که برای شهروندان کشور وعده داده می شود که کار توزیع پاسپورت آغاز می شه، اما تا هنوز این وعده عملی نشده. در همین حال معاون ریاست پاسپورت گفته که تلاش ها برای آغاز کار توزیع گذرنامه ادامه داره. شمار از شهروندان کشور از اینکه ریاست پاسپورت تاکنون آغاز به کار نکرده است انتقاد میکنند و از این نهاد میخواهند که هر چه زودتر کارهایشان را آغاز کنند. 5-6 روز از دیگه گشته میریم دیگه تا حالا فعلا معلوماتشان نیست. میگن منتظر باشه که در تلویزیون هر وقت که اعلان شد باز بعدا بیای پشت پاسپورت هایتا. کسی که مریض داره نمیتونه مثلا خارج از افغانستان بره به خاطر تداوی خودکشی مشکلات داره. در تلویزیون ها بارها اعلان میکنن که این هفته یعنی فلانی روز ریاست پاسپورت دوباره به فعالیت آغاز میکنه، اما باز که میایم هر وقتی که اینجا اومدیم سرگردان شدیم. این زن 62 ساله میخواهد که برای خود و دو پسر 21 ساله و 19 ساله اش پاسپورت بگیرد. او میگوید که خودش بیمار است و پسرانش بیکار، از این رو میخواهند که برای درمان و کار به بیرون از کشور برود، اما پاسپورت ندارند. بسیار سرگردان است، بسیار مردم پول نداره، بسیارش دلشان نارام است، می چه رقم کنیم چی نکنیم. با آن که ریاست پاسپورت بسته است، اما کسانشون حمیده هر روز با امید آن که گذرنامه‌اش را به دست بیاورد در پشت دروازه این ریاست انتظار می کشد. مریض داره مردم، باید همی هر چی زودتر کارهای پاسپورت را بندازن، پاسپورت های مردم را بتن، چون از این سرگردانی از چی باید مردم خلاص کنن دیگه. معاون ریاست پاسپورت حاضر به گفتگو در برابر کمره نشد، اما میگوید که سرپرست این ریاست به تازگی معرفی شده است و تلاش ها ادامه دارد تا این نهاد هر چه زودتر به کار آغاز کند. شمار از رانندگان موترهای شهری در پایتخت از آنچه که کاهش بی پیشینه درآمدهایشان میگویند شکایت دارند. به گفته آنان از یک سو افزایش بهای تیل و از سوی دیگر کاهش شمار سواری ها سبب شدند تا آنان نتوانند حتی بسیاری روزها پول تیل موترهایشان را به دست آورند. با این حال شمار از شهروندان کشور خواهان فراهم شدن زمینه کار برای مردم هستند. یکی از ایستگاه های موترهای شهری در کابل و حضور کمرنگ شهروندان در آن. این مرد که از 6 سال تا کنون مشغول تاکسیرانی است میگوید که از 7 صبح اینجا استاده است، اما حتی یک تن هم سفر موترش نشده است. او میافزاید که تا 1 ماه پیش روزانه تا بیش از 1000 افغانی درآمد داشت، اما این مقدار اکنون به کمتر از 200 افغانی کاهش یافته است. کاروبار نشته، در مشتری مون کم ده، در بس دوم را نلم، در بس یعنی اصول چه در بس لاغه از تو لینیزی لینی هم اتا دیقل منگ دوم را چوگ نلرو چه مثال موسر لاری چه در اوست 1 ساعت یا 1.5 ساعت دقل تا ولاری اتا تروس موسر سوار لینی ده که نوالی. همزمان با کاهش در شمار سواری ها افزایش بهای تیل در دستر بزرگ دیگری برای این رانندگان است. زلمه میگوید که 1 هفته پیش موترش را که 4000 دلار بها داشت به علت ناداری 12.5 دلار فروخت و اکنون این موتر را در بدل پرداخت 300 افغانی در روز به اجاره گرفته است، اما نگران چگونگی به دست آوردن این مقدار پول است. رفت آمد 20 روپیه در روپیه کرای موتر است، پوره کردنش مشکل است. 1 هفته است این موتر ما خودم ناو گرفته، ما معلوم نیست پیسه جارش پوره کردن نمیتونم. در حالی که بهای تیل دیزل به 55 افغانی و تیل پترول به 68 افغانی در بازارهای کابل رسیده است، اما مالکان شماری از تانک‌های تیل از کاهش بی پیشینه درآمدهایشان سخن میگویند. 140% شده. یعنی برات بگویم اگر روزانه کار میشد برات بگویم 1000 حال میشه 400 یا 300. با این حال شماری از شهروندان می خواهند تا هر چه زودتر زمینه های کاری برای مردم فراهم شود. زمینه کار برای مردم مساعد کنه. فعلا مردم بسیار اقتصادشان پایین است و اگر اقتصاد مردم پایین باشد دست بر کاری می زنند. می بینه که مردم میلیون ها دلار سرمایه گذاری کرده ولی امروز هیچ عاید قراره. پس از سقوط حکومت پیشین هرچند ناامنی ها در کشور به گونه چشمگیر کاهش یافته است، اما نگرانی ها از افزایش بحران ناداری و گرسنگی در کشور هر روز بیشتر می شوند. با این ترتیب رسیدیم به پایان محور. تا درود بدرود.